Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Mahsulina Aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba silsile durus radiology tashkhisiya tawajjuh shuma ra ba lecture 9 me radiology tashkhisiya jalb minamayam. Da dars guzashta ba raje ba atlaktaz sohbat namudim wa guftim ke atlaktaz halati ast ke dar an segmentaria, lobaria wa ya ham mukammalaria هوایشان خارج شوه و ریه تکمش کند. علتشان هم سه عامل عمده بود. یکی آفت قصبه که سبب مسدودشن قصبه شوه، دیگه فشار خارجی از طرف پلورا و این مانا زمانی که در پلورا مایع یا هوا جمع شوه و سبب تکمش ریه شوه، و علت آخرشان هم کاهش تهویه بود. دو بخش اتلکتاز که لوبار و سگمنتال لوبر یا سگمنتال اتلکتاز و کمپرسیو اتلکتاز بود با جزئیات توضیح کردیم. حالا میایم سر اتلکتاز ناشی از کاهش تهویه. اتلکتاز ناشی از کاهش تهویه بیشتر در کلینیک دیده میشه، بالخصوص نزد کسانی که عملیات جراحی را انجام میده و این عملیات جراحی بالای صدر و یا هم قسمت علوی بطن انجام میشه. مریض از خاطر درد نمیتواند تنفس اپتیمال یا دلخواه خود را انجام دهد، بنابراین بخش از ریه تکمش میکند. به همین ترتیب تروماها و آفات که سبب درد شدید این نواحی میشه ممکن سبب کاهش تنفس شود و به اتلکتازس بانجامد. این نوع اتلکتازس به شکل خطی بوده و به نام لینیر اتلکتاز هم مشهور است که بیشتر میدل لوب را در بر میگیره. شما اگر در این نمای جنبی مشاهده بکنین، نمای جنبی نما شما زیاد با دیتیل خواندیم، در اینجا یک ساحه رادیو اپیک میبینیم که به شکل نوار یا خط دیده میشه. فشارها را به طرف خود کش کرده، ترخیه را به طرف خود کش کرده، از قسمت هایلم یا سوریریا تا به سطح پلورا ادامه داره. هر زمانی که ما شما یک اتلکتاز خطی را دیدیم، بیشتر فکر میکنیم که از کاهش وینتلیشن است و بیشتر نزد کسانی دیده میشه که تروما یا عملیات جراحی را سفری نموده است. البته مثال نموتورکس که سبب اتلکتاز میشه مانده بود در جایشان، در این کلیشه شما میبینین که نزد مریض نموتورکس دیده میشه. در بین پلورای حشوی وجداری شما میبینین که هوا خیلی زیاد حبس شده. اگر این طرف ریه ببینین نسبتا رادیو اوپک است، اما این ساحه رادیو لوسنت است و این معنی که تجمع هوا را در پلورا نشان میده و این سبب شده که میدیاستین را هم به این طرف تغییر مکان داده. پسی به ما کمک میکنه که ببینیم که نوموتوراکس سبب شده تا ریه کلاپس بکنه. البته نوموتوراکس عنوان داریم، انشالله که در درس بعدی بعد دیتیل خواهیم خواند. اگر موضوع رو جمع‌بندی بکنیم، اتلکتاز گفتیم سه علت عمده داره: بندش برانچ یا قصبه که میشه علتشان جسم اجنبی، فشار خارجی و یا هم آفت جدار برانکس یا قصبه باشه که در این صورت بیشتر تومورها و اجسام اجنبی نقش عمده داره و ممکن سبب سگمنتال کلاپس، لوبر کلاپس و یا هم توتال کلاپس شود. دیگه اتلکتاز کمپرسیو بود که پلورال افیوژن و نوموتوراکس بزرگ میتونه فشار بلند را در پلورا با وجود بیاره و ریه را به دور سوری ریه جمع کند. و آخری اتلکتاز ما لینیر اتلکتاز بود که به نام دیسکویت اتلکتاز هم مشهور است و در اثر کاهش تهویه به وجود میاد که بیشتر در لترال ایکس ری به خوبی مشاهده میشه و با صورت یک نوار یا خط رادیو اوپک مشاهده میشه که فشارها را به طرف خود کشیده کش کرده، از قسمت مرکزی ریه تا سطح پلورا ادامه دارد. دیگه چیزی که ما شما در ایکس ری مشاهده میکنیم و به شکل تصادفی به او برخورد میکنیم سفیریکال نودولر شیدوز، خیالات کوروی و یا هم نودولر است. باید ما باشه که یک تعریف باید از کتله و نودول داشته باشه. میگیم هر ساختمانی که جسم داشته باشه و فضای سی بودی را اشغال بکنه، مثل که در تلاساون هم خواندیم، نامش کتله میمانیم. یعنی هر جسمی که طول، عرض و ضخامت داشته باشه و یک فضای سی بودی را اشغال بکنه، حداقل قطرشان 3 سانتی متر باشه، در این صورت نامش میمانیم کتله. و در صورتی که قطرشان از 3 سانتی متر کم باشه نامش میمونیم نودل. این در حقیقت نودل است چون قطرشان از 3 سانتی متر کم است.
در صورتی که قطرشان از 3 سانتی متر بیشتر باشه نامش میماریم کتله. این کتله و نودول اکثر وقت مادریه به شکل تصادفی پیدا میکنیم، یعنی هر زمانی که ما شما از مریض ایکس ری میگیریم یا سی تی اسکن میگیریم گاگو با این کتلات یا نودول ها روبرو میشیم. هر گاه با کتله یا نودول روبرو شیم با کدام آفات باید فکر کرد. اول میگیم سن مریض خیلی مهم است. اگر سن از 35 سال و پایین بود این کتله یا این نودول اکثرا سلیم تلقی میشه، و اگر سن مریض از 35 سال بالا بود باید حد زد که شاید این کتله کانسر بشه، بیشتر از کسانی که معتاد به سیگارت باشه. البته تاریخچه با ما کمک میکنه، معاینات فیزیکی با ما کمک میکنه که آیا مریض معرض و علائم کانسر ریه داره یا نه. دیگه اولد فیلم یا فیلم سابقه با ما کمک میکنه، اگر مریض دیتابیس خوب داشته باشه که در دنیای دیگه هر مریض دیتابیس داره، از زمان تولد که به شفاخانه آمده تا همین لحظه که هست ایکس ری ای سی جی معاینات لابراتوری هر چیزی که انجام داره در مورد دیتابیس ثبت است. اگر همونطوری دیتابیس داشته باشه در این صورت با فیلم سابقه ما آن را مقایسه میکنیم. اگر دیدیم که یک کتله در ظرف 18 ماه هیچ کلان نشده میگیم این سلیم تلقی میشه. دیگه کلسیفیکیشن خیلی مهم است. اگر کلسیفیکیشن دنس خشن خشن در بین کتله دیده شد میگیم این کتله سلیم است. اگر کلسیفیکیشن نازک نازک در بینش خود میگیم بیشتر یک کتله یا نودول خبیث خواهد بود. دیگه میبینیم که آیا بجدار صدر حمله ور شده یا نه. هر کتله یا نودولی که بجدار صدر یا قبرقه ها حمله کرده باشه و آن را مورد تهاجم خود قرار داده باشه میگیم این خبیث است. دیگه اسپیکولیشن داره یا نه. اسپیکولیشن به این معنی که از یک نقطه به شکل رشته رشته به هر طرف گسترش پیدا کرده باشه، نامش اسپیکولیشن میگیم. اسپیکولیشن خواص عمده از کانسر هاست. دیگه آیا در بینشون کویتی دیده میشه یا نه. اگر دیدیم که یک کویتی بزرگ داره از 80% زیاد حجم کتله را گرفته، در این صورت میگیم که کتله خبیث است. در صورتی که در بینشون یک کویتی بسیار خردک بود بیشتر فکر میکنیم که شاید این خبیث نباشه، شاید سلیم باشه. دیگه سایز کتله هم مهم است. هر نودولی که سایزشان از 4 سانتی متر یا هر کتله که سایزشون از 4 سانتی متر بیشتر باشه بیشتر به خباثت فکر میکنیم. از 4 سانتی متر و پایین اگر کدام کتله یا نودولی را ما شما میبینیم در این صورت زیاد باید حدس خباثت نکنیم، با آن هم باید پیگیری شوه حداقل 6 ماه 6 ماه در صورتی که کتله بزرگ باشه هر 3 ماه باید ایکس ری و سی تی اسکن از مریض انجام شوه تا ببینیم که آیا این کتله بزرگ میشه یا نه. اینجا مثال هایش ما شما میبینیم. مثلا این نودول ما شما دیدیم نزد این مریض. این مریض سنشان 40 سال بود، ما شک کردیم که شاید یک کتله خبیث باشه. پس چی کار کردیم؟ فیلم سابقه هم نداشتن، معاینات فیزیکی ما هم با ما کدام کمک خاص نکرد. یکان راهی که ما روانش کردیم با سی تی اسکن. زمانی که سی تی اسکن رو نزد مریض انجام دادیم دیدیم که این در حقیقت گرانولوما بود. گرانولوما توبرکولوزیک است که سابقه موجود است نزد مریض و یک نودول این لشم منظم و در بینشان کلسیفیکشن مشاهده میشه. پس سی تی اسکن در تشخیص همچو کتلات نقش اساسی داره. نزد این مریض هم در هایلم ریه چپ ما شما یک کتله بزرگ میبینیم، اما در بینشان پاپ کورن کلسیفیکشن یا کلسیفیکشن های پله جواری واره بزرگ بزرگ مشاهده میشه که ما شما بیشتر خواندیم هر زمانی که کلسیفیکشن بزرگ بزرگ باشه خشن باشه نماینگر کافت سلیم است. با آن هم ما شما به ایکس ری قضاوت کرده نمیتونه. باز هم مریض رو روان کردیم با سی تی اسکن. زمانی که دیدیم در نزد مریض در لوب سفلی ریه چپ یک کتله دیده میشه که هم مایع داره و هم کلسیفیکشن خشن داره، میگیم این هارماتوماست. هارماتوما در حقیقت خونریزی های ریه را میگن. اگر در ریه خونریزی رخ بده توسط کپسول هاتش نامش هارماتوما میگیم. هارماتوما و وصف عمده ایشان موجودیت کلسیفیکشن در بین محتویات مایع هست. مایع ایشان طبعا خون است که هنوز رشف نشده و این کلسیفیکشن تحول خود خون به طرفی کلسیفای شدن میباشه که این یک وصف عمده هستن از هارماتوما و هارماتوما در حقیقت تومور سلیم است و خبیث نیست. پس در اینجا هم سی تی اسکن با ما یک نقش اساسی در تشخیص ایفا کرد. مریض دیگه ما شما داشتیم که در اینجا هم یک کتله ای را داریم چون قطرشان از 3 سانتی متر بزرگ است، ولی به این کتله اگر خوب توجه بکنید اسپیکولیشن داره. اسپیکولیشن به این معنی که از مرکز به هر طرف به شکل خطی کوچک کوچک گسترش یافته. اگر شما در اینجا ببینید به شکل شایی این کتله کنارهایشان مشاهده میشه، معنایش اینه که به اویه لنفاوی متاستاز نموده. با آن هم پیشتر گفتم که ایکس ری به تنهایی نمیتونه ماهیت تومور رو به ما نشان بده. پس مریض رو دوباره روان کردیم به سی تی اسکن. زمانی که سی تی اسکن انجام شد دیدیم که یک کتله ای است که مواد کثیفه را خیلی خوب زیاد میگیره و کاملا هایپر دنس گشته، چون متابولیسمشان بلند است مواد کثیفه را هم به طرف خود خیلی خوب جذب میکنه و اسپیکولیشنشان به وضاحت مشاهده میشه.
پس میگیم که کانسر ریا یا برانکوجینیک کارسینومای و موقعیت محیطی است. در اینجا هم ما شما یک کتله ایره میبینیم، یک کتله ایره میبینیم غیر منظم و جدارهای دبل که بیشتر با آبسه مغالطه میشه، ولی به یاد ما باشه که در آبسه اقدر کویتی بزرگ ما نمیبینیم و دومی که به جدار صدر تهاجم برده، پس هم یک کتله خبیثی است که در بینشان کویتی دیده میشه یا جوف دیده میشه یا کهف دیده میشه. حتما شما سوال میکنین که چرا در کتله خبیث ما کهف میبینیم یا کویتی رو میبینیم؟ جواب سوال واضح است، کنسرها رشد سریع داره، بناً حجراتشان که در قسمت مرکزی قرار داره با فقدان مواد غذایی روبرو میشه، اما حجرات محیطیشان غذا و مواد مغذی را دریافت میکنند، پس قسمت‌های مرکزیشان نکروز میکنه که از وصف عمده کتلات خبیث است که هر کتله خبیث، تقریبا هر کتله خبیث اگر ما شما با آن روبرو میشین در مرکزشان بعضی اوقات نکروز را مشاهده میکنیم که علتشان همانا نارسیدن مواد غذایی و خون به قسمت مرکزی و رشد سریع ناحیه است، در حالی که اگر این آفت آبسی می بود در این صورت ما شما اولی که کویتی را خردک می دیدیم و جدارشان به یه نظر دبل هرگز نمی بود. پس سی کتله هستند که مرکزشان نکروز کرده و سنترال نکروز را نشان می ده. پس اگر گپای خود را جمع بکنیم، ماینه ای که در اینجا به ما زیاد کمک می کنه در بررسی نودل ها و کتلات همانا سی تی سکن است که در استیجینگ کانسرها هم ما با آن اشاره کردیم. سی تی سکن چی کمک به ما می کنه؟ سی تی سکن می تواند به ما کلسیفیکشن ها را نشان بده، چون دیدن کلسیفیکشن در اکسری بعضی وقت مشکل است، بالخصوص اگر کلسیفیکشن خرد باشه مشکل است، چون کلسیفیکشن های خشن و نسبتا بزرگ علامه سلیم بودن است و کلسیفیکشن های نازک بیشتر علامه خباثت را نشان میده. دیگه سی تی اسکن میتونه به ما تعداد نودول ها را نشان بده که آیا یک نودول است، دو نودول است یا کم یا زیاد است. ممکن در اکسری صرف یک نودول را ببینیم، اما اگر سی تی اسکن انجام بدیم در این صورت ممکن چندین نودول را مشاهده بکنیم. دیگه موقعیت به ما کمک میکنه، اکسری پی ای زیادتر در تشخیص موقعیت یک کتله مثل که خواندیم کمک کننده نیست، مگر اینکه لترال بگیریم، با آن هم مانند سی تی اسکن نمیتونه موقعیت دقیق یک آفت را نشان بده. سوم دستجنگ یا مرحله بندی کنسر به ما کمک میکنه، اگر ما شما سی تی اسکن رو انجام کنیم میبینیم که آیا عقدات لنفاوی میدیاستین رو گرفته یا نگرفته، یک طرفه است دو طرفه است، کتله به کدام اندازه بزرگ شده. در این صورت ما شما پلان تداوی را ترتیب کرده میتوانیم که آیا این کانسر نیاز به تداوی طبی جراحی و یا هم شایعی داره. دیگه سی تی اسکن در فال اف کمک میکنه و ما نشان میده که اگر یک مریض نودول ریوی را در ایکس ری یا در سی تی اسکن نشان داد، بار دیگر که سی تی اسکن انجام میدیم 3 ماه پس یا 6 ماه پس میبینیم که آیا این نودول بزرگ شده یا نه، یا کتله که در 18 ماه هیچ بزرگ نشوه میگیم این سلیم است. با آن هم بعضی وقت با یک چالش روبرو میشیم که قضاوت دقیق کرده نمیتوانیم. مثلا مریض ما پرایمری کانسر در جای دیگه داره، حال یک نودول در ریا پیدا کرده، پس 100% گفته نمیتوانیم که خبیث است یا سلیم. در این صورت پیت سی تی به ما کمک میکنه، اگر متابولیسم بلند داشت ما حدس میزنیم که این کانسر است، اگر متابولیسمشون پایین بود کولد سپات را نشان داد میگیم این سلیم خواهد بود، اگر متابولیسمشون بلند بود میگیم این خبیث خواهد بود. بعضی اوقات پیت سی تی هم کمک کننده نیست، یگانه راهی که میمانه او بیوپسی است، اما در عصر حاضر اکثرا سی تی سکن و تکنولوژی بالاتر از او که پیت سی تی هست با ما کمک میکند تا طبیعت یک کتله را واضح بسازیم که آیا خبیث است یا سلیم. البته در وطن ما شما این کتلا زیاد بررسی نمیشه، ولی در دنیای دیگه هر زمانی که اکسری یا سی تی اسکن گرفته میشه ولو اگر کوچکترین نودول را هم دیده شود در راپور ذکر میشه و در جابیس مریض ثبت میشه. بار دیگه که مریض کدام وقت دیگه ماینه را انجام میده به او مقایسه میشه که این نودول بزرگ شده یا نه. هر نودولی که در کل از 5 میلیمتر زیاد کلان باشه نیاز به بررسی داره، اگر نودول از 5 میلیمتر کم باشه هیچ بررسی را ایجاب نمیکنه. این پروتکل عمومی استاندارد جهانی است، هر نودولی که از 5 میلیمتر قطرشان بزرگ باشن ایجاب بررسی و ایجاب فالو اپ میکنه، تعقیب میکنه که باید 6 ماه پس حداقل یک سال پس باید دیده شود، و در صورتی که قطرشان از 5 میلیمتر کمتر باشه این نودول ها تقریبا همیشه سلیم است و ایجاب کدام بررسی و فالو اپ را نمیکنه. باز هم ما شما یک نودول را میبینین، در این مریض شما ببینین به شکل تصادفی من حیث یک دکتر اگر شما پرسان شود که یک مریض میآید هیماپتیزیس دارن وزن خود هم باختن و اکسری هم گرفته،
شما به این اکسری روبرو میشین، در این اکسری کدام پاتولوژی را میبینین یا نه. خب واضح است که اکسری که ما شما انترپریت میکردیم، گفتیم که 6 ساختمان را باید وقت یاد ما نره. اول ترخیه را میبینیم، در سر خط متوسط است، قفس ابهر ما درست است، متاسفانه دیافراما و کوستوفلینکنگل را نمیبینیم. چیزی که دیگه ما شما به او حس میزدیم او خود ریه بود. ریه اپر زون را میبینیم، اپر زون ما کدام آفت خاص را نشان نمیده. در میدل زون یک رادیو اپاسیتی را مشاهده میکنیم. در لوور زون کدام چیزی دیده نمیشه، در طرف راست. چپ خود درست نمیبینیم، البته این عکس ما زیاد خوب نیست به خاطر که کات شده. خب در این ساحه در میدل زون ما شما به یک آفت روبرو میشیم، رادیو پک. اما گفته بودیم که اکسری به ما زیاد در تشخیص کمک کننده نیست، پس مریض ما سنشان بلند بود، هماپتیزی هم داشت، روان کردیم به سی تی اسکن. زمانی که سی تی اسکنشان آمد ما شما میبینیم که یک نودول دیده میشه. یک نودول با کدام خواص، با کدام صفات سپیکولیشن داره؟ با انساج مجاور حمله ور معلوم میشه. میگیم و یک کویتی کوچک هم داره که نمایندگی از نکروزی ساحه میکنه. پس این نودول بیشتر فکر میکنیم که خبیث است. بار هم روانش میکنیم به پیت سیتی که آیا این نودول به تنهایی یا جای دیگه هم نودول ها دیگه وجود داره یا نه. زمانی که پیتشان گرفتیم نودول فقط و فقط منحصر به میساحه هست، در دیگر قسمت های از ریه دیده نمیشه و یک مریض خوش شانس است چون هنوز کانسر جای به جای است و نواحی دورتر متاستاز نکرده. لوبکتومی مکمل، لوبکتومی اپر لوب مکمل نزد مریض صورت میگیره و مریض ما هم با تعقیبشان تداوی شایع و دوایی را خود را عکس میکنه و تعقیب میشه. پس سی تی اسکن در هر زمان به ما کمک کننده است تا آفاتی که دیده نشان در اکسری مشکل است و وضاحت به ما شما نشان میده. مقطع اکسیل سی تی اسکن بود، مواد کثیفه گرفته شده بود و ما شما این را میبینیم که یک نودول با سپیکولیشن و با یک نکروز کوچک وجود دارد در اپر لوب است، چون ترخیه را دیدیم در اپر لوب، ناحیه اپر لوب است و در سگمنت پوستریور، سگمنت اپیکال است، آنتریور و پوستریور. در سگمنت آنتریور موقعیت دارد، اپیکال، آنتریور و پوستریور. چیزی دیگه ای که ما شما گاه گاه در اکسری به او روبرو میشیم لینیر شدوس یا خیالات خطی است. شما در این اکسری متوجه شوید خیال خطی را میبینیم، بیشتر خیال خطی مشاهده میکنیم. یا مثلا در این اکسری اگر خوب توجه بکنیم خیال خطی واضح نزد مریض مشاهده میشه. این خیالات خطی که ما شما میبینیم به سه گروه تقسیم میکنیم، A B C. خیالات خطی A B و C از چی نمایندگی میکنه؟ اول باید این رو توضیح بکنیم که خیالات خطی از کجا میشه، چون ما شما خود گفتیم که در ریه چیزی که خط خط مشاهده میشه او اویه ریه بیست. این جای خطوطه که نسبتا دبل دبل است از اویه کده، این از کجا شده؟ پس میریم یک بار به اصل آناتومی ریه. اگر ما شما آناتومی ریه را خوب بیاد داشته باشیم، ریه از لوب ها ساخته شده و هر لوب را واز بکنیم از لوبول ساخته شده و اگر لوبول را واز بکنیم پرایمری لوبول لو دیده میشه. پرایمری لوبول چی است؟ از ترمینال برانشول به بعد رسپیریتری برانشول، الیویولر داکت و الیویولر ساک، این ساختمان را ما شما پرایمری لوبول میگیم یا واحد وظیفوی ریه. ترمینال برانشول، رسپیریتری برانشول، الیویولر داکت و الیویولر ساک، این همگی ساختمان ما شما میگیم پرایمری لوبول. چندین داره پرایمری لوبول به هم یک جا میشه، سیکندری لوبول رو میسازه. چون پرایمری لوبول در معاینه رادیولوژیک قابل دید نیست، پس همیشه هم مورد بحث ما سیکندری لوبول است. لوبول ثانوی هست که مورد بحث ما شماست. این لوبول ها توسط چی جدا میشن؟ میگیم پلورا از پلورا پرده ها منشه میگیرن که این لوبول ها را از هم دیگر جدا میکنن و در امتداد یعنی پرده ها هویه لنفاوی سیر داره. هر زمانی که ریه احتخانی شوه همی پرده های کوچک پلورا هم ازیمایی میشن، چون دریناژ لنفاویشان مختل میشه. پس زمانی که ازیمایی شد دبلتر میشه. در اکسری ما شما آن را دیگر مشاهده کرده میتوانیم. خیلی آسان بگویم
خیالات خطی که بعضی وقت ما در دیگه میبینیم در حقیقت دبل شدن همان پرده های نازک پلوراس که در حالت عادی دیده نمیشه. گفتم پلورا ریه ها را میپوشنه، پلورای هیشوی وجود داری، بالخصوص پلورای هیشوی در بین ریه داخل میشه و ریه را به سگمنت ها تقسیم میکنه. از سگمنت هم دیگه پرده ها جدا میشه و ریه را به لوبول های کوچک کوچک تقسیمات میکنه که لوب های کوچک کوچک یا لوبول مشهور به سکندری لوبول است که از تجمع چندین پرایمری لوبول به دست میاد. این پرده های کوچک پلورا به حد نازک است در حالت عادی دیده نمیشه. هر زمانی که ریه احتقانی شود ناشی از عدم کفای قلبی و سایر آفات دیگه، در این صورت این پرده ها زخیمتر و دبلتر میشن. زمانی که دبل شد در اکسری به شکل رادیوپک مشاهده میشه که ما شما در اینجا هم مشاهده کرده میتوانیم، در این ساحه هم دیده میتوانیم، در این ساحه هم دیده میتوانیم و در این ساحه هم. همین دبل شدن پرده های نازک پلورا نمای خطی میده که مشهور به خطوط A, B, C است. خطوط A چی معنا دارن؟ اپیکال لاین. A از اپیکال گرفته شده، یعنی این خطوط بیشتر در اپکس ریه مشاهده میشه و این نمایندگی از این میکنه که یک کانجسشن شدید یا احتقان شدید در ریه وجود داره. هرگاه شما این خطوط را در اپکس دیدیم میگیم A لاین است و A لاین حالات شدید عزیمای ریه مشاهده میشه. دیگه B لاین که شما در داخله خواندین کیرلیز بی لاین، کیرلیز بی لاین در حقیقت خطوطی هست که بی در قاعده از بازل گرفته شده، در قاعده هم مشاهده میشه، در قاعده مشاهده میشه، یعنی خطوط بی را ما شما در قاعده میبینیم. هرگاه خوب توجه بکنید در اینجا به اندازه نیم نیم سانتی متر خطوط کوچک کوچک دراز دراز را ما شما مشاهده میکنیم که همانا دبل شدن یا زخامه پلورای هستند در بین لوبول های ریوی از خاطر عزیما زخیم شده و به این خاطر ما شما آن را دیده میتوانیم. یکی ریلیز بی لاین در واقعات عدم کفای قلبی مشاهده میشه. و سرانجام رسیدیم به سی لاین. سی لاین کرو لاین یعنی خطوط منحنی شکل است که در هر جای مشاهده میشه، در صورتی که این خطوط در هر جای بود نامش میمانیم سی لاین. همگی خطوط نمایندگی از عزیمای ریه میکنن، از تجمع احتقان مایع در بین انترستیشوم یا فضای بین خلالی ریه نمایندگی میکنند. پس سین و لاین ما شما داریم. A لاین در اپکس بیشتر دیده میشه، B لاین در قاعده دیده میشه و C لاین در هر جای کرب لاین است یا خطوط منحنی شکل که میتواند در هر قسمتی از ریه مشاهده شود. همگی خطوط و نماهای خطی در واقعاتی که احتقان ریوی موجود باشه ما شما آن را مشاهده کرده میتوانیم. بعضی وقت خطوط دبل دبل را میبینیم نسبتا خیر خشن خشن که ای در دو حالت دیده میشن، یکی در لینیر اتلکتازیس که پیشتر ما شما خواندیم و دوم هم در بولوس امفیزما. انشالله امفیزما را توضیح میکنیم که امفیزما چندین نوع هست. یک نوع از امفیزما بولوس امفیزماست در آن بولهای کلان کلان در ریه مشاهده میشن و ای در حقیقت جدار بول است که فیبروتیک شده دبل مشاهده میشه. در بولوس امفیزما هم ما شما خطوط دبل دبل و خشن را در ریه مشاهده کرده میتوانیم. خیالات دیگه که نزد مریض دیده میشه او سمال و دیفیوز پلمنری شدوس، خیالات کوچک و منتشر ریه. خیالات کوچک و منتشر ریه در اکسری اکثر وقت با مشکل دیده میشه. بهترین معاینه ما برای آن سی تی سکن است. این خیالات کوچک و منتشر ریه به سه گروه تقسیم میکنیم، نودولر و این معنا که خیالات کوچک کوچک نقطه نقطه در تمام ریه ممکن مشاهده شود، ریتیکولر که به شکل جال یا شبکه مشاهده میشه و ریتیکولر نودولر تجمع هر دو هست. شما در اینجا خیالات شبکوی را میبینید، به شکل شبکه مشاهده میشه. این خیالات نودولیر است. شما ببینید نقاط سفید سفید کوچک کوچک در تمام پرنشم ریه مشاهده میشه. البته های رزولوشن سی تی اسکن در دیدن نودولر شدو، ریتیکولر شدو و ریتیکولر نودولر شدو نقش اساسی دارد. شما اینجا میبینید یک ریتیکولر شدو را به ما نشان میده، ریتیکولر شدو را به ما نشان میده، ریتیکولیشن نشان میده به شکل هونیکامز که بیشتر در فیبروز ریه مشاهده میشه که در بحث فیبروز ریه انشالله سرشان بحث خواهیم کرد. خیالات کوچک و منتشر ریه به سه گروه تقسیم میکنیم، نودولر به شکل نودولهای کوچک کوچک چند میلیمتر رادیوپک در سرتاسر ریه مشاهده میشه، ریتیکولر که به شکل شبکوی دیده میشه، ریتیکول و نودولر که هم شبکوی است و هم میشه که هر دویشان در یک وقت موجود باشند. سی جی سکن با مقاطع بسیار ظریف میتواند تشخیص به ما کمک کننده باشد.
آخری موضوع ما کلسیفیکشن است. کلسیفیکشن های خشن خشن گاگا در ریه موشو مشاهده میکنیم که نمایندگی از خونریزی های سابقه میکنن، ولی کلسیفیکشن های نازک نازک و خطی کوچک اکثر وقت به آفات کانسروس دلالت میکنن. اینا هم توضیح کردیم که کی ریلیز ای لاین، بی لاین و سی لاین، و در زمانی که کانجسشن یا احتقان ریه موجود باشه این خطوط را ما شما مشاهده کرده میتوانیم. دیتیکولر شدور ما شما در اینجا میبینیم نزد مریض، بیشتر در قاعده ریه. نودولر شدور میبینیم که در میلری توبرکلوز بیشتر دیده میشه. و ریتیکول نودولر باز هم میگیم دیدنشان در اکسری کار آسان نیست. بهترین ماینه به این شدوها یقینا که های ریزولوشن سی تی اسکن است، که با کمک های ریزولوشن سی تی اسکن ما میتوانیم ریتیکولر شدو، نودولر شدو و ریتیکول نودولر شدو را تشخیص بکنیم و هر یکشان به یک آفت خاص دلالت میکنه که در بخش آفات بین الخلالی ریه انشالله توضیح خواهیم کرد. دیگه میایم بر آفات یا امراض ریه. باز هم قبل از اینکه به امراض ریه بحث بکنیم، اول باید بدانیم که بعضی از آفات ریه وجود داره، امراض ریه وجود داره که در آن رادیوگرافی صدر نارمال می باشن. یعنی ما باید همیشه توقع از اکسری نداشته باشیم که به ما حتما یک آفات را نشان بده. بعضی وقت ما به آفات برمیخوریم که در آن اکسری کاملا نارمال می باشن. یعنی مریض مرض داره، دچار آفت هست، اما اکسریشان نارمال خواهد بود. که از جمله آفات طرق هوایی است، مثلا استما. استما را ما شما میشناسین و در سمستر گذشته خواندین. در واقعیت استمای بدون اختلاط، استمایی که در آن انتانات بالایشان علاوه نشده باشن، کمپلیکیشن به طرف نمونیا نداده باشن، هیچ تغییراتی را ما در اکسری مشاهده کرده نمیتوانیم. در واقعیت برانشیولایتیس، که برانشیولایتیس را هم شما خواندیم، هم ما شما کدام ابنرمالیتی خاص را در اکسری مشاهده کرده نمیتوانیم. در سی او پی دی و برانشیکتاس غیر اختلاطی، قید دارم غیر اختلاطی، هم کدام تغییر خاص در ریه در اکسری مشاهده نمیشه. و استثنای هایپر انفلیشن، هایپر انفلیشن یا فرد تهویه یا افزایش هوا یا حبس هوا در داخل ریه که پسان سرش بحث میکنه، یک کاتگوری امراضی هست که در آن اکسری نرمال بباشه. کاتگوری دیگه امراضی هست که سمال است، کوچک است. هر آفتی که از یک سانتی متر کمتر قطر داشته باشه یا در خلف کلاویکول پنهان شده باشه یا در میدیاستین باشه یا در داخل برانکس باشه، در این صورت دیدنشان در اکسری محال است. پس آفات کوچک رو هم در اکسری نمیبینیم. مثلا مریض ما هموپتیزی داره و فکر میکنیم که با کدام برانکوجینی کارسینومای کوچک مشکوک است. پس ما شما باید از اکسری توقع نداشته باشیم که حتما به ما این آفت را نشان بدن. در بعضی از اوقات ما نمیتوانیم این آفات کوچک را به خوبی مشاهده بکنیم. پس آفات کوچکی که در میدیاستین باشه، در خلف ریب و کلاویکول باشه و یا هم در داخل قصبات باشه، ممکن ما شما آن را دیده نتوانیم در اکس ری. دیگه پلمونری ترومبو ایمبولیزم، پلمونری ترومبو ایمبولیزم را در اکس ری در 70% واقعات هیچ اصلا دیده نمیتوانیم. پس یک مریض ما اگر مشکوک به پلمونری ترومبو ایمبولیزم باشه، اکس ری یک معاینه خوب برشان نیست. سی تی انجیوگرافی معاینه استاندارد طلایی است. در اینجا ما شما نزد مریض هایپر انفلیشن را میبینیم که نزد مریض سی او پی جی دیده میشه. شما ببینید شفافیت ریه فوق العاده بیشتر شده، یعنی نمایندگی از این میگه که هوا در داخل ریه حبس شده، چون قفس صدری متوسط شده. برل چست را نزد مریض دیده میتونیم. برل چست شما ایده هم خواندین در سی او پی دی. دیافرام هموار میشه، این هموار مشاهده میشه و هوا در داخل ریه بیشتر دیده میشه، چون ریه خود را اکسپاند میکنه، قطر قلب کوچک دیده میشه که ای همگی نمایندگی از امفیزمای ریوی میکنه. در امفیزمای ریه گفتم که یا در سی او پی دی که دو تایف داره، کرونیک برانکایتس و امفیزما، در هر دویشان تا زمانی که اختلاط موجود نباشه ما شما کدام تغییرات را در اکسری مشاهده کرده نمیتوانیم، به استثنای فرط تهویه، به استثنای هموار شدن دیافرام و به استثنای کوچک شدن ظاهری نمای قلب، کدام تغییرات خاص ما شما دیده نمیتوانیم.
گاه گاهی تغییرات هم موجود نمی باشند. در استما در زمان حمله حاد استما ممکنی تغییرات را ببینیم، اما بعد از خاموش شدن حمله استما ای بدون اختلاط در این صورت هیچ نوع تغییرات را ممکن ما در اکسری مریضان مشاهده کرده نتوانیم. کتگوری سیومی آفات همانا انفکشن است یا انتانات است. نوموسیستیس کارینی یک انتان اپورتونیست است. شما میشناسید نوموسیستیس کارینی؟ و نزد کسانی نمیشه که معافیتشان پایین باشه، بیشتر نزد مریضان ایس یا مریضانی که کیموترفی و رادیوترفی میگیره ممکن نزدشان نوموسیستیس کارینی را دریابه. البته نوموسیستیس کارینی زمانی که مریض مصاب نوموسیستیس کارینی باشه تا زیاد وقت، تا زمانی که خوب نمونیا تحسس نمیکنه، ما شما آن را در اکسری مشاهده کرده نمیتوانیم. و همین ترتیب در میلری توبرکولوز هم اکسری در مراحل اول نرمال میباشد. و مرور زمان است که اکسری را ما شما تغییرات را در آن مشاهده کرده میتوانیم. که البته نوموسیستیس کارینی و میلری توبرکولوز را انشاءالله در جایشان توضیح خواهیم کرد. دیگه آفات پلورا، مثلا پلورایتیس، پلوریزی، کوچکترین پلورالی فیوژن ما شاید در اکسری اصلا دیده نتوانیم. آفات میدیاستین، لنفادنوپاتی های میدیاستین و نومو میدیاستین اصلا در اکسری ممکن مشاهده نشود. این حالاتی است که ما شما باید با او متوجه باشیم که به همچه حالات برخورد میکنیم. از اکسری باید توقعی نداشته باشیم که حتما به ما نشان بده که این آفات چرا نیست. مثلا ما به یکی از آفات میدیاستین مشکوک هستیم، اکسریش را گرفتیم و اکسریشان پس نرمال آمد ظاهرا، پس باید تعجب نکرد که چرا در اکسری چیز دیده نمیشه، چون بعض وقت ما شما محدودیت داریم و این محدودیت ها را همیشه در هر تکنیک موجود است و باید به یاد ما باشه که در صورت همچون محدودیت ها از تکنیک های دیگر استفاده میکنیم، مانند سی تی اسکن. در این صورت تکنیک های پیشرفته دیگر را به کار میندازیم تا به تشخیص قطعی برسیم. آخری آفاتی که در اکسری مشاهده نمیشه او دیفیوز پلمونری فیبروز است، فیبروز منتشر ریه. فیبروز منتشر ریه را هم ما و شما اصلا در اکسری مشاهده کرده متاسفانه نمیتوانیم. مریض ما دیسپنه داره، اکثریت مایناتشان نرمال میباشن، ای سی جیشان ببینی نرمال است، ایکوکاردیوگرافی قلبشان نرمال است، اکسریش ببینی نرمال است، اما مریض ما دیسپنه داره. با وجودی که وزنشان هم زیاد نیست، چاقم نیست، ما شما هم متوجه میشیم که دیسپنه ایشان هم مزمن است، هاد نیست، پس حدس میزنیم که ممکن نزدی مریض فیبروز ریه است. اگر سابقه ایشان پرسان بکنیم حتما یا فارمر لنگ دیزیز داره یا هم در معدن و یا هم به گرد و خاک کار کرده، بنابراین حدس ای زیاد میره که نزدی مریض ممکن فیبروز ریه موجود باشه. فیبروز ریه را در اکسری مشاهده کرده نمیتوانه. باز هم بهترین معاینه ما های ریزولوشن چست سی تی است که با کمک های رزولوشن چست سی تی اسکن ما میتوانیم فیبروز ریه را با وجه احسنشان تشخیص بکنیم، که بعضی از فیبروز های ریه قابل تداوی است، بعضیشان متاسفانه قابل تداوی هم نیستند. تا اینجا ما شما آفات را خواندیم که در اکسری قابل مشاهده نبود. حالا میایم به آفاتی که ما شما در اکسری آن را تشخیص کرده میتوانیم و اکثر وقت حتی نیاز هم به سی تی اسکن نداره. اول بیانیم سای فلمونری انفکشنز یا انتانات ریوی. انتانات ریوی را ما شما به سه گروه تقسیم میکنیم: انتانات طرق ریوی بزرگ، انتانات طرق هوایی کوچک و انتانات پرانشم ریه. یعنی انتانات ریوی را ما به سه گروه تقسیم میکنیم: سنترال ایروی دیزیز، انتانات طرق هوایی مرکزی یا بزرگ که مشهورترینشان ترخی و برنکایتس است، انتانات سمال ایرویز که مشهورترینشان برنچکیولایتیس است و انتانات پرانشم ریه که مشهورترینشان همانا نمونیا هست. ترخیو برانکایتس بیشتر هم توضیح کردیم که آفات طرق هوایی را ما شما در اکسری متاسفانه مشاهده کرده نمیتوانیم. ترخیو برانکایتس شما باز هم میگیم که در سمستر گذشته اولین عنوانتان در داخل اکیوت ترخیو برانکایتس بود. اکیوت ترخیو برانکایتس در 95% واقعات علتشان ویروس ها هست و چون گذریس کدام تغییرات خاص را ممکن به جای خود نماند، در اکسری
هم ما و شما کدام تغییرات خاص را مشاهده کرده نمیتوانیم، مگر اینکه اختلاطی شود و نمونی های ثانوی ناشی از باکتری ها نزد مریض به وجود بیاید. در این صورت ما شما ممکن تغییرات را در اکسری مشاهده بکنیم، ولی ترافی برانکایتس هات کدام تغییرات خاص را در اکسری به وجود آورده نمیتواند. بعضی وقت گاه گاه جدار قصبات را ممکن دبلتر و زخیمتر ببینیم، اما در اکثر حالات اکسری کاملا نرمال می باشد و در سی تی سکن ما شما ترافی برانکایتس را به زخیم شدن جدار قصبات تشخیص کرده می توانیم. اما در کل ترافی برانکایتس از نظر کلینیکی تشخیص میشه و نیاز به عکس اکسری نداره، مگر اینکه مریض ما تب شدید داشته باشه، چست پین داشته باشه و یا مشکوک به نمونیا باشه. در این صورت ما می توانیم که نزد مریض اکسری را انجام کنیم تا ببینیم کدام اختلاط نزد مریض واقع شده یا نه. پس آفات سنترال ایروی که مشهورترین شان ترافی برانکایتس است ایجاب اکسری و رادیولوژی را نمیکنه. سمال ایروی دیزیز که نمونه خوبشان برانشیولایتیس است که بیشتر نزد اطفال دیده میشن، اکتفلک برتون میآید که ویزورانکای دارن از نظر اصغا معاینات فیزیکی، اما زمانی که اکستری میگیریم هیچ چیز مشاهده نمیشه. برای ما تعجب میشه که چطور مریض ما شما آفت ریوی را نشان میده اما در معاینه اکسری کدام تغییرات را دیده نمیتونیم. پس باید ما بگوییم که ای آفت مربوط به طرق هوایی کوچک است، سمال ایرویس، و آفت سمال ایروی که همانا برانچولایتس مثال خوبیش است در اکسری متاسفانه هیچ اصلا مشاهده نمیشه. با کمک های رزولوشن سی تی اسکن گاه گاه زخامه جدار قصبات را مشاهده میکنیم، اما باید ما باشه که های رزولوشن سی تی اسکن شایع خیلی زیاد را به مریض اعمال میکنه و در همچو واقعات عادی نباید از سی تی اسکن استفاده بکنیم. یک کاتگوری از امراض که مربوط به انتانات ریه است نمونی هاست. نمونی ها عبارت از التهاب پرنشم ریه است. شما نمونی ها را به دو گروپ عمده خوانده بودین در سمستر گذشته در داخله، هاسپیتال اکوارد نمونی ها و کمیونیتی اکوارد نمونی ها و نوع سومشان که شما خواندین وینتیلیتر اسوشیتد نمونی ها یا نمونی هایی که مربوط به وینتیلیتر است. سه نوع نمونی ها را شما اگر داخله را خوب بیا داشته باشین و با دقت خوانده باشین میشه که نزد مریض ما شما تشخیص بکنین. کمیونیتی اکوارد نمونیا، هاسپیتال اکوارد نمونیا و نمونیا مربوط به وینتیلیتور. اما در رادیولوژی نمونیا ها را ما به سه گروه تقسیم میکنیم: لوور نمونیا، برانکو نمونیا و انترستیشن نمونیا که این سه نوع نمونیا را ما شما در رادیولوژی مشاهده میکنیم. اول بیایم سر لوور نمونیا. لوبر نمونیا واضح هستند. حالتی هست که در آن یک لوب مصاب میشه. ولی علامه یمدهشان در اکسری کانسولیدیشن است. کانسولیدیشن در درس گذاشته ما شما خواندیم. هر زمانی که هوای داخل الویولها به مایع تعویض شود، تکاثف کثافت ریه بیشتر میشه و نامش را تکاثف ریه میگیم که سه علامه داشت: موجودیت ایر برانکوگرام، کنارهای مغشوش و مثبت بودن سلیویت ساین. اگر ای سه علامه را در یک جای ما شما مشاهده کردیم و یک لوب را گرفته بود، میگیم مریض ما لوبر نمونیا داره. لوبر نمونیا وصف عمده نموکوکل نمونیا یا استرپتوکوکل نمونیا است. در استرپتوکوکل نمونیا یا نموکوکل نمونیا همیشه ما شما یک لوب را مصاب میبینیم و بیشتر نزد اولد ایج و نزد اطفال مشاهده میشه. دیگه میگیم برانکو نمونیا. برانکو نمونیا چی را میگه؟ در صورتی که سیکندری لوبول مصاب شوه، در صورتی که سیکندری لوبول مصاب شوه، یعنی بسویه سگمنت کانسولیدیشن موجود باشه، بسویه لوب موجود نیه بلکه بسویه سگمنت کانسولیدیشن موجود باشه و به شکل پچی پچی باشه، میشه دو طرفه باشه، در این صورت نام این نوع نمونیا را برانکو نمونیا میگیم. یعنی از ترمینال برانشول به بعد، ترمینال برانشول، رسپیریتوری برانشول و الیول ها، این ساحه هم اگه با آفت اشتراک بکنه، نام این نوع نمونیا را برانکو نمونیا میگیم. که برانکو نمونیا در حالات مختلف دیده میشه، از پایرش نمونیا هم میتونه برانکو نمونیا را بسازه اکثر وقت. برانکو نمونیا اکثر وقت نزد مریض به شکل پچی کانسولیدیشن یا کانسولیدیشن قطعه قطعه دو طرفه هم مشاهده میشه. در ساحه اکثر وقت والیوم لاس دیده میشه، یعنی حجم ریه در اون ساحه‌ای که برانکو نمونیا است کم میشه. اکثر وقت بلنگ ابسس می انجامه و علت عمده ایشان هم استافیلوکوک است. زمانی که هیل میشه به جای خود سکار باقی میمونه. برانکو نمونیا را گفتم حالتی هست که در آن
مثابت ریه عبسویه سگمنت می باشن بناهن به تکاسف کوچک متصف می باشد که جایی که برانکونومونیا باشن والیم لاست در او ساحه رخ میتن، یعنی حجم ریه در او ساحه کم میشه. اکثرا علت شان انتانات تقیوهی است، بالخصوص تفیلوکوکس، و زمانی که هیل میشه خوب میشه و جای خود سکار را باقی میمانه. یا شما ببینید پچی کانسولیدیشن است، دیج هم پچی کانسولیدیشن است، طرف است که میشه یک طرفه باشه، با مرور زمان افزایش پیدا میکنه و این هم یک برانکونومونیا است که ما شما مشاهده کرده میتوانیم. دیگه اینترستیشل نمونیا، نمونیای بین الخلالی، نمونیای بین الخلالی با دلایل مختلف داره. امکان داره توکسیک انهلش انهلان باشه، گازات مخرش علتشان باشه، و یا هم امکان داره علتشان ویروس ها باشه که کووید 19 یکی از علت عمده فعلا در جهان از اینترستیشل نمونیا هست. اینترستیشل نمونیا وصف عمده ایشان گراوند گلاس اوپاسیتی است، یا اوپاسیتی های تکاسف های گراوند گلاس است. گراوند گلاس چی میگن؟ گراوند گلاس یعنی ریه شفافیت خود را از دست میده. اگر شما این ریه را خوب توجه بکنید شفاف دیده میشه، ریه نرمال سیاه رنگ، اما در این ریه اگر خوب توجه بکنید خیره معلوم میشه، ولی هنوز هم اویه به جای خود باقی است، خیال اویه از بین نرفته. یعنی مثل که در تکاسف خیال اویه از بین میره، در اینجا خیال اویه از بین نمیره. خیلی علامه عمده اینترستیشل نمونیا در حقیقت منظره گراوند گلاس است، و بعد از اینکه انتانات ثانوی سرش علاوه شود کانسولیدیشن را هم نزد مریض مشاهده کرده میتوانیم. در ایکس ری اینترستیشل نمونیا را باز هم با مشکل میبینیم. بهترین معاینه ما باز هم با اینترستیشل نمونیا همانا سی تی سکن و وضاحت بیشتر است. وایرال نمونیا، وایرال نمونیا در حقیقت باز هم مانند اینترستیشل نمونیا است، ولی علامه عمدهش هم اولا باز هم تکاسفات گراوند گلاسی است که با تعقیبشان کانسولیدیشن به وجود میاد. گراوند گلاس اوپاسیتی های رو شما میبینید دو طرفه در وایرال نمونیا، چی کووید 19 باشه، چی سایتومگالو وایرس باشه و دیگه وایرس ها باشه. علامه عمده ایشان گراوند گلاس اوپاسیتی است که در آن خیال اویه ریوی در جای خود باقی میمانه، اما ساحه کثافت خود را بیشتر میسازه نسبت به نرمال و دو طرفه میباشه. در صورتی که باکتری ها مداخله بکنه انتانات باکتری سنوی در این صورت کانسلریشن را هم مشاهده کرده میتوانیم. اینترستیشل نمونیا و وایرال نمونیا تقریبا یکی به دیگر شباهت داره، و در این صورت معاینات لابراتواری و پی سی آر به ما کمک میکنه که آیا این دلیلشان ویروس هاست و یا هم دلیلشان غیر از ویروس هاست. و هر صورت هر دوشون وصف مشترک داره، اپاسیتی های گراوند گلاس دو طرفه که در آن خیال اویه ریوی مخشوش میشه ولی از بین نمیره، علامه عمده ای از وایرال نمونیا و اینترستیشل نمونیا است. و ریتیکولار شدون از مریض مشاهده میشه. یعنی دو علامه را عمده ما از مریض میبینیم. ریتیکولار شدو به این معنی که امی سپته ها یا پرده هایی که در داخل ریه است و ناشی از پلورا است، پلورای حشوی در بین سگمنت های ریه پراگنده است، این تک و زخیم میشه و هم منظره گراوند گلاس نزد مریض مشاهده میشه. هر زمانی که ریتیکولر شدو را به منظره گراوند گلاس مشاهده کردیم، میگیم نزد مریض اینترستیشل نمونیا یا وایرال نمونیا موجود است. ریتیکولر شدو جمع منظره گراوند گلاس نمایندگی عمده از اینترستیشل نمونیا میکنه که بعد از انتانات ثانوی میشه کانسولیدیشن را هم مشاهده بکنیم. در وایرال نمونیا هم منظره گراوند گلاس دیده میشه و به تقریبشان ریتیکولر شدو. یعنی یک تفاوتی که بین وایرال نمونیا و اینترستیشل نمونیا است، او هم زیاد برجسته نیست که در وایرال نمونیا اول گراوند گلاس اوپاسیتی به وجود میاد و به تقریبشان ریتیکولیشن به وجود میاد، در حالی که در اینترستیشل نمونیا اول ریتیکولیشن به وجود میاد و به تقریبشان منظره گراوند گلاس زیاد هویدا و مشهود میشه. کانسولیدیشن در هر دویشان ممکن بعد از انتانات ثانوی رخ دهد. در درس بعدی انشالله سر سی تی سکن وایرال نمونیا و دیگر نمونیاها بحث خواهیم کرد. فعلا در درس امروزی چیزی که ما شما خواندیم همانا اتلکتازیس بود، آفات ریه بود که در آن اکس ری نرمال می باشه، و انتانات ریه بود که به سه گروه تقسیم کردیم، آفا انتانات مرکزی ریه، طرق هوایی مرکزی ریه، انتانات طرق هوایی کوچک ریوی و انتانات پرانشمی ریه که
دندان پنجشنبه نمونیا یک مثال خیلی خوبش بودن که نمونیا ها را به سه گروپ در نظر رادیولوژی تقسیم کردیم: لوبر نمونیا، برانکو نمونیا و انترستیشن نمونیا. انشالله که در درس بعدی ما شما با سی تی اسکن نمونیا بحث خواهیم کرد که در سی تی اسکن چه ارزش داره در دیدن نمونیا ها و آیا کمک کننده هست یا نه، بالخصوص به نمونیای وایرال که کووید 19 یک علت عمده شان فعلا در جهان تشکیل میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.